5 روز پس از تصرف تمام ولسوالی ها و مرکز پنجشیره سوی طالبان، یک فرمانده جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود میگوید که ورود طالبان به پنجشیر به معنای پایان جنگ نیست. از تمام کشورهای جهان و به خصوص کشورها و سازمان های خیریه تقاضا می کنم برای مردم پنجشیر، به خصوص زنان و اطفال و کودکان یا مشکل گرسنگی، مشکل ادویه و حتی شیر خشک کودکانشان نیازمند هستند، کمک کنند. پنجشیر مرکز مقاومت هست همین حالا و در تمامی سراسر کوهستان ها نیروهای مقاومت وجود دارند. اما طالبان میگن که تمام پنجشیر را تصرف کردند و نیروهای مخالفشان حضور علنی در این ولایت ندارند. آنها هم حضور علنی ندارند، در دره‌ها یا در مغاره‌ها پنهان شدند. با آنها گفتگوها هم روان است و کوشش میشه که با آنها اطمینان داده شود تا بیایند در بین مردم خود زندگی آرام و عادی خود به پیش ببرند. هرچند گزارش‌هایی از آتش‌بس سه روزه غیر رسمی میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت نیز نشر شدند، اما دو طرف تا هنوز آن را تایید نکردند. با این حال باشندگان پنجشیر میگن که با گذشت بیش از دو هفته هنوز هم برق و شبکه های مخابراتی در پنجشیر قطع هستند و راه های مواصلاتی باز نشدند. مواد غذایی ندارن، اطفال با شیر خوش نیاز دارن و در مناطق مختلف اینا پراگونه پراگنده زندگی میکنن که وضعیتشان خیلی دشوار است. قطع شبکه های مخابراتی مطلقا در پنجشیر وجود داره و همچنان قطع برق یک از چالش های عمده دیگری است که برای باشنده های ولایت پنجشیر به وجود آورده. این در حال است که روز دوشنبه پس از ورود طالبان به پنجشیر، سخنگوی طالبان اعلام کرد که به‌زودی برق و شبکه‌های مخابراتی در پنجشیر دوباره وصل خواهد شد و راه‌های مواصلاتی آن نیز باز می‌شود.